نام خدا سلام بر شما بیننده های عزیز تلویزیون پیکان و علاقمندان چینل یوتیوب پیکان. من شبنم امینی، امروز بر شما حسنت قالین که از دیر زمان پیشینه ما افغان ها هست به شما گزارش تهیه میکنم. بر شما حسن مای قالین ها معرفی میگیریم که چگونه قالین ها هست، از کجا وارد میشه، قیمتاش چگونه هست و چگونه این ساخته میشه. پس چی خوب است در این باره ما یک تصویر آماده ساختیم که در مورد نحوه قالین فروشی و تولید آن و همچنان در مورد فروش آن در بازارها به شما به تصویر میکشیم. پس بیاین با هم یک جا دنبال کنیم که چگونه قالین ها از کجا تولید میشه و قیمت های آن چگونه هست. بیننده های عزیز، ما فعلا در یک از دکان های قالین فروشی شهر آمدیم و اینجا هم در کنار ما صاحب همین دکان نشسته هستند. از اینا سوالات خود میپرسیم. در نخواست سلام بر شما. سلام علیکم، خوب هستین؟ من آجوگل رحمان هستم، یک تن از قالین فروشان شهر مزار شریف. سلامت باشین. چگونه از میزان فروش قالین ها نسبت به سال های گذشته، چگونه تغییری ها آمده در سال گذشته و در فعلا در قیمت هاش؟ بله، یک تغییرات عمومی آمده. در سال های 1397 98 فعلا 1399 بعد از همین قرنطینه که کرونا بود، یاد را بازار های ما مردم نسبت به سال گذشته که ضعیف است، ولی بازم نسبت به اوایل که قرنطینه باشد خوب است، بد نیست. یعنی پیش از قرنطینه خوبتر بود ولی بعد از قرنطینه فروشاتتان خوبتر شده؟ بله، خب پیش از قرنطینه که اگه آوازی از این بود که بازارها بند میشفته، یک ذره دمی قریب ماه عمل بازارها ضعیف شده بود. بعد یک 45-46 روز بازارهای ما قرنطینه شد. بعد از قرنطینه فضل خدا حال خوب است، میشه روزانه یک تا نیم تا سودا میشه. طبعا همین قرنطینه که از اقتصاد همگی را خیلی ضربه زد و اینجا هم قیمت ها هم شاید فرق کرده باشه، قیمت ها بلندتر شده یا هم کمتر شده، چگونه هست قیمت هایشان؟ نیگو خامه ها قیمت پایین میشه. زمانی که قرنطین نبود یا مرض کرونا نبود، مردم اصابش آرام بود، اگر در پیدا میکرد پیر بشه خرج میکرد، پیر بشه مثل زینتی خانه میخرد، قالین هم در حساب زینت خانه میره. خامه ها تغییر خود تاثیرات خود داره دیگه در بازار. مردم نرخ بالا نرفته، نرخ پایین است. قیمت یعنی پایین تر از نسبت به سالهای گذشته؟ بله، نسبت به سال گذشته تقریبا 50% پایین شده. سالهای گذشته یک متر قالین اوسط که ما مردم مواد شبانه مرینوس میگیم، حداقلش 80 دلار بود. یک متر فی متر اجره قالین 50 دلار بود. امروز قالین مکمل خودش فی مترش 50 دلار است. او زمان تنها اجره میدادیم ما 50 دلار، که هم مواد میدادیم 50 دلار مجرم، ولی مکمل خود قالین فی مترش 50 دلار است. خب اینجا چه نوع قالین ها وجود دارد؟ تنها کلا افغانی هست و یا هم قالین های خارجی در بین قالینات وجود دارد؟ قالین های ما در مجموع قالین های دستبافت افغانی است. در مجموع اینمی کار دست سمت شمال افغانستان است، از ولایت قندوز گرفته تا ولایت فاریاب ما مردم کارش میکنیم. در اینجا است در مجموع کلش کار دست است. یعنی تنها از تولیدات خود مزار نیست، نه از ولایت های دیگر هم میاره. بیشترین قالینی که شما به مزار میارین از کدام ولایت هست؟ ما کو پیشتر برتون گفتم که از ولایت قندوز شروع تا فاریاب، دمی ولایت خود ولایت بلخ است، ولایت قندوز است، ولایت جوزجان است، ولایت فاریاب است. و 60% کار ما، حتی 70% کار ما از خود ولایت بلخ است، چرا که مرکز سمت شمال در افغانستان در حساب قالین ولایت بلخ است. ما 60% 70% کار ما از خود بافت ولایت بلخ است. یعنی خود تولیدات خود مزار هست که مردم های بانوان خود مزار این قالین ها رو می بافن و اینجا میارن؟ بله بله بله، این کلش اینمی 70% که میگم برتان از خود ولایت بلخ است. در این ملت شریف ترکمن خود ما مردم، شخصا خودم هم ترکمن هستم،
بافت میکنن، از ملت ازبک برادرای ما بافت میکنن و دیگه از برادرای آذری ما مردم هم بافت میکنن، یک نیمی مردم های پشتون هم بافت میکنن. منتها ما فقط اینمی کار ما، چون خود ما ترکمن هستیم، اکثرا نمی بافت ازبک ترکمن امیر بافت خود ما، چرا ما در زبان از او بلد هستیم، در کارشان بلد هستیم، رفت آمد داریم با اولاد، اکثرا کار ما کار ترکمنی است. نام مسما میشه که همون کسی که همین نقشه از را داده باشه، اینی میره ما به نام یوسف بایی میگیم قالیناره. بله، البته کدام کسی که به نام یوسف بوده اونمو کسی همین نقشه شده داده. بله، اینی را به نام موریگل میگیم. ببخشیم که دکان یاد خود است. بله، اینی موریگل، این خود گل ازی به نام موری یاد میشه، به نام موریگل خوجروشنا. اینی به نام موریگل است. دیگه این قالینای ما هر کدام نقشه های مختلف داره. قیمت قالینا چند است؟ اینمی قالین فی مترش $50، پیشتر براتون گفتم فی متر ازی $50 است. بله بله، بافت ولایت بلخ است، اینمی دولت آباد، اولسوالی دولت آباد، این خریای دولت آباد بافت میشه. اینی بیرق افغانستان و ازبکستان است که بله انگرق، اینی بیرق، بیرق دوستی هر مملکتی که هست یا از ازبکستان است. این از این بیرق ها خود ما شخصا خودم جور میکنم. بله بله، بعضی دوستایی که فرمایش میتن جور که میگن از هر مملکتی که ارتباطات رفت آمد دارن، باز ما دمو بیرق افغانستان میدنیم، یک دست دوستی میمونیم و که بیرق هم هر مملکتی که بایی بیرق ازبکستان است. طبعا واقعا هم خیلی زیبا معلوم میشه بیرق افغانی خود ما، واقعا خیلی زیبا بافته شده بیننده های عزیز و خیلی هم نمود میده زمانی که ما این را در خانه های خود ما هموار کنیم، واقعا خیلی زیبا هست و هر کدامش که ما ببینیم هر کدامش هست همدیگه خود زیباتر خوبتر هست. یا سابق بالشت های چارکون بود، حال بالشت های لوله هم جور کردیم، لوله بالشت که این به این شکل این شال است، این از قالین است. بعد دوستا فرمایش هم میده به ما، فرمایش میده این موادش مرینوس است، گلش به نام وزیری یاد میشه که سابقه ترین گلای قالین است. شما می بافین رنگاش مختلف است یا یک رنگ داره؟ همین گل دو سه رنگ داره، رنگای سرخ داره، رنگای کریمی داره، رنگای زرد داره. اضافه تر اینمی سرخ از یک پسند است، اینمی سرخ به نام وزیری است که کار بغچه خندود است، امیر اضافه تر می پسند. واقعا رنگ سرخ یک از خود یک جذابت داره که خیلی ها می پسندن و زمانی که ما ایران در خانه خود می مانیم خیلی خانه را زینتر و روشنتر می سازه. دلیلش چی است که بیشتر مردم از رنگ سرخ بیشتر استفاده می کنن؟ ذوق ها مختلف است، هر کس هر قسم رنگ خوش داره. منتها همین قانین ما یک چیز هم داره، یک تکیه کلام دارن که ما مردم قزل قالین میگیم، قزل خاله میگیم، به ایمانه که قالین و سرخ میگیم. این سرخ هم رنگ سرخ داریم، قالین اصلا زیبش داره، اکثریت رنگ ها به این رنگ سرخ هست. حتما مونگه قیس رقم ذات با که مردم اونه قزل دیدله و خیلی شوق لره با بختره که هر رنگ بیره با و شو چون کوبله قزل ایتا دله و کوبه ازبک ترکمنه مردم نه قزلگه خوش با و شو چون بله فرماش بیره دله دیگه. من وز ترمگه کل دیز من مجبورم، من ازبکتن گرم گرچه من وزم ترکمن لیک ازبک نیم ایتو بله، من شه قزل رنگ قالنیه وقیده، هر قالون که بوسه هر رنگ نشته است بدون قزلیت بولمایده، بر بر بران بران کمرو قالون نبا که یک کریمی رنگ شلنده یا بر آق شلنده، لیکن قزل بار هر قالون یه بار هیچ که بولمسا بر خط حتما بر قزل با قزل دنگان قالون یه شلنده، اکثرا قالون نده قزل دنگ بار 90% بار، بر 10% که مانا چوبه دید دیگه دیده اندش پلانه مردم شلنده، مگم قدمنان قزل دنگ باری کنه قالون. به به هیچ یک رنگ خیلی زیبا لاجوردی که بعضی های را به رنگ کبوت هم میگن، واقعا خیلی یک رنگ زیبا هست و دایی رنگ دایی هم خیلی یک رنگ های زرد کار شده. خیلی نقشش به نام موریخال یاد میشه، بچه از... موریخال را میگن
مور کو اینمی مور خود ازی است. یک خال که میگه اینمی یک خال این مور بنا موری خال مسما است. یعنی هر خالش یک موری هم میگه. بله بله این بنا موری خال یاد میشه از نقشه سابقه‌ترین نقشه‌های قانون افغانی ما مردم است. این هر کدام از یک منطقه است. این آشی ازی در قالنای تک ترکمنای سن برمزید اونجا چیز میکرد که در اوضاع شریف هم یک زمان از این قالنا بود. این رنگش هم ما خود ما نو جور کردیم. سابقه به رنگ سرخ بود، حالا به این رنگ های لاجورد و آبی هم جور کردیم. این به نام پرگ یاد میکنه. هر کس که یک بافت جور میکنه یک نام برش میکنه. نقشه را که جور میکنه اونم نقشه را یا به نام خود مسما میسازه یا به نام منطقه خود مسما میسازه باید به اون نام میمانه. نه ای از جنس بلژیک هسته. پیشتر براتون یاد کردم که این قالین در دباف سودا میشه. ببینید فرقش چی هست؟ یک ذره سخت از این یک قسم نرمک هست. این بافتش در 10 سانتی 70 علمک بافت میشه. ما میار یک بافت علمک میگیم. این 70 علمک بافت شده، این در 10 سانتی 55 علمک بافت شده. این میده بافت هست نسبت به او با خاطر نازک معلوم میشه. خب من به ذات متوجه بودم هر آتکایت هست یا ترکمنی و یا هم وزبکی هیچ فارسون دیگه نمه دلیل گه بو یرم صفوه فارسی و مثلا یلمگ و ذات لکایت هست از اولای فارسی گه کوبسی ترکمن تبار دیتا لگه نمه دلیل گه فوند فارسی آتم یو همه؟ من ناقن که بدله افغانستان ده تریچلی قلعه و شکر شوردن افغانستان دن بلدن تلوز خوشلگن انده بله 100% ترکمن که دیوز بله ترکمنی بود ایسیم سیز توشمه 100% ترکمن مجبور تلوت خوشلیان وزبکی هم خوشلیان ترکمنچه هم خوشلیان هر تلیه خوشلیان هر قسمه ها توتمن سیزه وشه بر براوی مکس بولیان افغانستان در سطح ملی بین ملی غوغاره برپا کرده افتخاراتش منحصر به شمال افغانستان است که مرکز شمال هم ولایت بلخ است که ما بارها از طریق رسانه ها گفتیم اگر دولت یا زمامداران امور کشور در هر سی سکتور قالین به می شکل اگر بی تفاوتی را ایجاد بکنن ممکن که سکتور قالین هزیکم یک چالش بزرگ این روبرو شوم. بنابراین از یک طرف دو موضوع خیلی مهم بود، از طرف دیگر نبود بازار است، از طرف دیگر نبود هماهنگی است و نبود حمایت دولت است. در چندین موارد سکتور قالین مشکلات جدی پیدا کرده. اتحادیه صادرکنندگان قالین من حیث پل ارتباطی موضوع را بار بار به وزارت محترم صنعت و تجارت به رسط عمومی اتحادیه صادرکنندگان قالین با حکومت محلی بلخ در زون شمال و سایر ولایت ها ای را شریک ساخته تا یک رای بینون رفت پیدا کنه که سکتور قالین هزیارت را قدبار برارم. ولیکن چون جز از وعده چیز دیگری نبوده اتحادیه قالین برای فعلاً در جستجوی همیز که چطور کنه از این حالت رقتبار از این مشکل جدی که دامنگیر سکتور قالین است این معلد و صنعتکار و جامعه تجاری را نجات بدن. جستجو داره که چی کنه و تفاهم داریم با ریاست عمومی اتحادیه قالین افغانستان و در ضمن با مقام رهبری وزارت صنعت و تجارت تا در این حرسه یک تفاهم یک مشکلاتی که پیدا شده بین سکتور قالین را شریک کنه با مقام رهبری ریاست جمهوری افغانستان که تا یک راه معقول تر که از این حالت ما بیرون براییم برای ما هدایت را صادر بکنن یا کار را بکنن که ما بالاخره که با صنعتکار قالین نخواهد این موضوع را شریک بکنیم که تا ما از این سر از مشکلات ما بیرون بکنیم.